برادرها و خواهرای عزیز، ما من حیث مسلمان عقیده و باور به این داریم که کاملترین، شاملترین، صحیحترین دین را خداوند متعال نصیب ما کرده. عقیده و باور به این داریم که دین ما منهج زندگی ماست، قانون و ضابطه حیات ماست. توسط امید دین به بهترین وجه میتونیم با پروردگار ما زندگی بکنیم. توسط امید دین به بهترین وجه میتونیم که با خود ما زندگی بکنیم و توسط از این دین به بهترین وجه میتونیم که با مخلوق خدا زندگی کنیم. خب چرا با این شکل میگیم که به بهترین وجه میتونیم زندگی بکنیم با خود و با خدا و با مخلوق؟ زیرا این ضابطه حیات که اسلام است، دین کامل است، شامل است، ابدی است، الهی است. در تمام بخش‌های حیات برای ما شما چگونگی زندگی کردن را تعلیم داده است. اتو یک حصه حیاتتان که ای اسلام عزیز در او پیام نداشته باشد، قانونش وجود نداشته باشد، شما بر ما ثابت کرده نتانید. دینی که به تو نشستن را تعلیم داده باشد، چگونه میشینی؟ نان چطور میخوری؟ به قضای حاجت چطور میری؟ خواب چطور میکنی؟ صحبت چطور میکنی؟ و حقوق هر کسی که با تو سر و کار دارد، از مادر و پدر و خواهر و همسایه و خیش و قوم و انسان و حتی حیوان، امیر برات تثبیت کرده باشد. آیا معقول خواهد بود که این دین وزارت خارجه را فراموش کرده باشد؟ اقتصاد برد فراموش کرده باشد؟ آیا معقول خواهد بود بوم که ما تو بگم که این دین با این وسعتش چگونگی ساختن یک نظام سیاسی را بر ما فراموش کرده باشد؟ من فکر میکنم جواب کل ما شما همی خواهد بود که نه، ناممکن است. دینی که با اق جزئیات در زندگی شما مداخله میکند، در خوابت مداخله میکند، در خوابت، در نان خوردنت مداخله میکنه، میگه این تو نان بخور، در فکرت مداخله میکنه، چیزی که در فکرت میکرده در اون مداخله میکنه، میگه تو بیاندیش. اگر یک کسی بیای ظالمانه ای اسلام را از بزرگترین بخشی که تعلق میگیرد به سیاست و ساختن یک نظام و ای را کنار بزنه، ما میگم بزرگترین جفا را شاید کرده باشه، نه تنها در حق خودمان بلکه در حق بشریت، در حق حیوان. خب ما چرا با بودن عقیده به ای که اسلام دین کامل است و دین نظام است، دین نظام است، دین امر کردن و نهی کردن است، امر میکنه نهی میکند، دینی است که از مظلوم، از ظالم قصاص میگیرد، مظلوم را نجات میده، دینی است که حق صاحب حق را برش هدیه میده. میشود کل کار را بکنه و بدون نظام؟
یعنی کل کار را بکنه، امر داشته باشه، نهی داشته باشه، حلال بکنه، حرام بکنه، ولی نظام نداشته باشد. ارگ را کسی دیگری راهنمایی کنه، وزیر کسی دیگری باشد، جنگ میکند، صلح میکند، خیلی کار کی میکند. و زندگی رسول ما صلی الله علیه و سلم از امی پر است. ما به این باور دارم که هر کدام ما شما در این شرایطی که هستیم، از حالتی که داریم از او رنج میبریم. و من فکر نکنم که یک نفر در این مجلس باشه و دست خود بلند بکنه که من راضی هستم. همه ما شما ناراضی هستیم، کل ما شما مشکلات عدیده داریم. یکی ما از فقر مینالیم، نمینالیم. یک تعداد ما از مرض مینالیم، یک تعداد ما از بی‌امنی مینالیم، یک تعداد ما از بیکاری مینالیم. هر کدام ما ده ها مشکل داریم. بعد که میبینی که این مشکل از کجا تداوی بکنه، باز کلش میره در دروازه ارگ، در اون نظام میرود. اگر در نظام یک چیز خوبش باشد، عدل باشد، انصاف باشد، فهم باشد، صداقت باشد، امانت باشد، وفا باشد، از او دریچه همی مشکلات فرد فرد شما حل میشود. اگر عکس قضیه باشد، عکس قضیه، در اوجه خیانت باشد، جفا باشد، غلطی باشد، منافقت و دروهی باشد، هر مشکلی که تو داری حل نمی شود. هیچ وقت ناامنیت به امن تبدیل نمی شود، فقرت به غنا تبدیل نمی شود، ذلت و خاریت به عزت تبدیل نمی شود. امکان ندارد. مشکل ما در امی جا می چرخد، در امی جا می چرخد. آیاتی که به حضورتان تلاوت شد در سوره مبارکه طلاق است. و رب ما یک تعبیر عجیب می کند. قرآن کتاب عجیبی است. رسولا یتلو علیکم آیات، رسولا یتلو علیکم آیات الله. رسولا منصوب است به فعل مقدر، و ارسلنا الیکم رسولا، ما فرستادیم برای نجات شما ای انسان. کی را فرستادیم؟ رسولا پیغمبری را، فرستاده را برد فرستادیم. حالا ما فرستادیم برای خوب ساختن زندگیتان، رشد حیاتتان، بیرون رفتن از مشکلاتتان، خوب تعلقتان با خود و با خدا و با مخلوق، رسولا پیغمبر را فرستادیم. ولی این رسولان را یک بار ببینید که برای شما پیغمبر را فرستاده. این پیغمبر را کل ما شما مشناسیم نمشناسیم. کی است؟ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. برای شما فرستادیم پیغمبر. در ذهن یک تعداد ای تو میگردد که پیغمبر خواهیه برای کافرها که مسلمان شود. مسلمان خود مسلمان است دیگه. الله تشریح می کند که یتلو علیکم آیات الله، ای پیغمبر بر بالای شما آیات خدا را تلاوت می کند. چه رقم تلاوتش می کند؟ مبینات واضح و روشن او را برتان بیان می کند. چرا؟ لیخرج الذین آمنوا، تا مؤمن را بیرون بکند. لیخرج الذین آمنوا، تا بیرون بکند مؤمن را. آنانی که مؤمن خود زیاد هستند و عمل الصالحات،
مؤمنی که شایسته عمل می کند، مسلمان است، عمل صالح هم دارد، با وصفیت هم در تاریکی می باشد، هم ایمان دارد و هم عمل صالح دارد، ولی در تاریکی می باشد. پیغمبر آمده تا امی مؤمن را که شایسته کار می کند ولی در تاریکی قرار دارد، امی را بیرون بکند. شما مفهوم دقیق شوید، این عادی نیست این قضیه. لیخرج الذین آمنوا و عمل الصالحات، تا بیرون بکند مؤمن، مؤمنی که کار شایسته می کند، عمل صالح انجام می ده ولی در تاریکی قرار دارد. ولی این تاریکی چی است؟ تاریکی چی است که پیغمبر آمد ما را از این تاریکی بیرون کند؟ این تاریکی را فرد فرد ما شما خودش تعریف می کند، زیرا ما یک رقم تاریکی دارم، تو دیگر رقم تاریکی داری. قبلا برتان عرض کردم که کلتان می دانید نمی دانید، کلتان مشکل دارید ندارید، کسی در بین ما شما نخواهد باشه که بگه هیچ من مشکل ندارم، همه تان مشکل دارید. پیغمبر آمد تا همه ما شما را از مشکل بیرون بکند. هر کدام ما در هر مشکلی که هستیم، یا نفر به فقیری، یا نفر به مریضی، یا نفر به کمبل مشکل ولری، یا به بی اولادی، یا به ناامنی، یا به دخمنان لری، هر یا دیمان گویت هست یا مشکل لری. پیغمبر راغل هده چه دغا مسلمان او دغا نیک ساله اقا مشکل چی لیر دغا نی بیرون کی. لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الى النور، من الظلمات الى النور. نو هر کلا چه مسلمان مشکل لری او نیک مسلمان مشکل لری، دین خو معلومه که چه دا نور مسلمانان خو بیخی مشکل دیر لری، چه دی مسلمان دا چه مشکل ارتا حل که اینو دا بل خو بیخی حلی، دا خو بیخی حلی. حالا ببینین که اگر اسلام را تعریف بکنیم، اسلام را تعریف بکنیم که اسلام چی است؟ ما بار بار برای شما عرض کرده بودم که در خورترکی برای ما شما در مسجد امتون یاد داده بودن که اسلام پنج ستون دارد، اسلام پنج بنا دارد: کاف کلمه، نون نماز، ری روزه، زی زکات، حی حج. امتون بود نی؟ و این بنا را رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحین تعریف میکند که بنی الاسلام علی خمس: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تحج البيت ان استطعت الیه سبیلا و تصوم رمضان. این پنج بنا است، پنج ستون است. پس نماز ستون دین است، ستون اسلام ماست، خود اسلام نیست. زکات، روزه، حج، این کلش چی است؟ ستون ها است. اسلام چیزی دیگری است، اسلام چیزی دیگری است که بر بالای از این ستون قرار دارد. حالا بر بالای از این ستون چی قرار دارد؟ تعامل، خوب تعامل با خدا، خوب تعامل با خود، خوب تعامل با مخلوق خدا. امیر اسلام میگوید ارگا با خود خوب زندگی کردی تو واقعا مسلمان خوبی، از خودت خوشت آمد، دپرشن نداشتی، نگفتی که کاش که نمی بودم، بلکه با وجود خودت به عنوان یک انسان مؤمن خوش بودی که الحمدلله که هستم. خودت را یک شای اضافی نمیدانی، بلکه خودت را اهمیت قائل میشی. خوب تعامل با کی بکنی؟ با مخلوق خدا، با اونها کینه نداشته باشی.
حسد نداشته باشی. زست تعاونت همیشه باید پیش باشد. خیرش باید بخوای. صادق امرایش باشی. امین امرایش باشی. با وفا امرایش باشی. ایره میگه مسلمان. اگر تو با مسلمان صادق نبودی، امین نبودی، با وفا نبودی، نیستی مسلمان. تو آدم خوبی نیستی. زیرا اسلام نام تعامل است. اسلام تو نیست که یک شعار باشه در کلیت بچسبانی. اسلام یک شعار نیست که در کلیت بچسبانی، بلکه او را در زندگیت باید او را نشان بدی. در زندگیت او را باید نشان بدی. اهلا و مرحبا. خب تو باید با پروردگارت خوب تعامل داشته باشی، رابطت با پروردگارت صادقانه باشد، با امانت باشد، با وفا باشد، از ریا باید دور باشی. ارگا ببینین که اسلام نام تعامل شد، کسی که برای ما شما تعامل را نشان میده رسول ما صلی الله علیه و سلم است. از خاطر اسلام را تعریف میکنین که اسلام مجموعه از قوانین الهی است. اسلام مجموعه از قوانین الهی است که توسط حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم تعلیم، تمثیل و عملی گردیده. رسول علیه السلام اسلام به ما چی کرده؟ تعلیم داده، تمثیلش کرده در زندگی مبارکش و عملیش ساخته بر صحابه تا به بهترین وجه با خود، با الله و با مخلوق زندگی بکنه. به بهترین وجه. بهترین وجه زندگی چی است؟ که در امن زندگی کنی. امن از بهترین زندگی میگه. بهترین زندگی چی را میگه؟ که تو در رفاه زندگی بکنی. دیگه مریض نباشی، قرضدار نباشی، بیکار نباشی. بهترین زندگی چی را میگه؟ که تو وفا داشته باشی. در مقابل احسان یک دیگر و را به حرمت ببینی. عزیزان با این نکات خوب متوجه شوید که واقعیت زندگی ما امطور است، واقعیت زندگی ما ایتون است. ما متاسفانه نه با خدا صادقیم، نه با خود صادقیم و نه هم با مردم ما صداقت داریم. واقعیت زندگی ما امیست. نه با خود امینیم، نه با خدا امینیم، نه با مخلوق خدا امینیم. واقعیت زندگی ما امیست. واقعیت زندگی که نه با خود وفا داریم، نه با الله وفا میکنیم و نه هم با مخلوق خدا وفا داریم. اگر فایده ما در دینم بود که چوکی ما نگاه کنه، پول ما را نگاه بکنه، زندگی ما را دین میگیم. اگر خدا نخواسته، خدا نخواسته، فایده ما در یک کار غیر دینی بود، باز میریم به همون طرف سرشور میدیم. بعد از دین فراموش میکنیم، ارزش ها را فراموش میکنیم. واقعیت زندگی ما همی است. روزی از روزها همه بیت المقدس فتح می شد. کلانا و بزرگای نصرانی ها و مقتدرین شهر فلسطین، فلسطین اشغالی، اونا گفتن که ما این کلیه ها را فقط و فقط به امیر المؤمنین می دیم، به قماندانی که محاصره کردی شهر را به تو نمی دیم دستیم و تا آخرین لحظه حیات باز می جنگیم. اما بود که حضرت عبدالرحمن ابن عوف و جمعی از صحابه دیگه بودن، عبیده ابن جراح می باشه، عبیده ابن جراح رضی الله عنه
مسئول از این از جبهه بود. او به حضرت عمر خط را فرستاد که این مردم انت میخواید که کلیدهای بیت المقدس را به خود امیر المؤمنین تحویل میدن و در این صورت جنگ نمی باشد. حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به حضرت امیر المؤمنین مشوره داد که امیر بفرمایید خودتان برید، زیرا در جنگ قادسیه حضرت علی مانع حضرت عمر شده بود، ولی در اینجا برش میگه برو و امارات را به حضرت علی کرم الله وجهه مسپارد. حضرت عمر میرود، در خلال را قوت های مجاهدین استاده هستند، پذیرایی از امیرش میکنند. بعد یک چپن بسیار خوب و زیبایی را ایره تدارک میبینم که آل امیر مامیه با کلانای شهر فلسطین بیت بیت المقدس میشینه و کلیدها را تسلیم میشه، معاهده امضا میشه. این امیر باید لباس بسیار خوب داشته باشه و منظم داشته باشه. یک چپن مقبول را گرفتن و ایره و حضرت عمر پیش کرد که صاحب امیر را بپوشین که آلی شهر را فتح میکنیم. حضرت عمر چپن را پوشید، باز گفت که خوب معلوم میشه. کل دیگه گفتم بله سر. کشیدش و او را سر زمین زد و یک جمله تاریخی را گفت که نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. و مردم خوب بفهمین که ما توسط اسلام عزیز شدیم، توسط لباس عزیز نشدیم. مهما ابتغینا العزت فی غیره اضلنا الله. هرگاه عزت را در جای دیگر جستجو بکنیم الله ما را ذلیل میکند، خار میشیم. کل مشکلی که شما دارین دوریتان از دینتان است، دوریتان از دینتان است. به دین برگردین که عزیز شوید و به دین وقتی برگشته میتونین که مکمل در دین داخل شوید. ادخلوا فی السلم کافه، پورا پورا در دین داخل شوید، در دین پورا پورا داخل شوید. نیمکلا داخل نشوید، که در نمازش داخل شوید، در باب زکاتش داخل نشوید، در زکاتش داخل شوید، در حجش داخل نشوید. در حج و نماز و زکات داخل شو، در سیاستش داخل نشوید، در اقتصادش داخل نشد، در کل برنامه های دین داخل شد. بعد از او عزیز میشه، قوی میشه، نیرومند میشه. دشمنای ما اسلام را به عنوان یک نظامی به ما مطرح کرده که صلاحیت انتقاد را از امت گرفته است. من یکان بار که امتا میبینم امی یک تعداد میگوین که دستاوردهای امی دهه با دهی دستاوردها میگد آزادی بیان، که خود میگن کدام آزادی بیان؟ اسلام دینی است که آزادی بیان را با ما مطرح میکند. ما وقت ذلیل میشیم که آزادی بیان را بند بکنیم، انتقاد را بند بکنیم. اسلام آمده تا به ما ضمانت بکند امی آزادی بیان را، که انتقاد باید داشته باشیم و انتقادم بسیار واضح و روشن باید باشد. در خود استعداد از این پیدا بکنیم که کس سر ما انتقاد بکنه و ما آشفته نشوم، یا انتقادش بی جای است و شفقت و مهربانی و به تعبیر درست جوابش بتم، و یا ایک انتقاد بپذیرم. معصوم خو نیستیم، گناه طبیعت زندگی ما شماست، خطا و اشتباه در زندگی ما شما همیشه رخ میدهد. اگر بر بگم که خدا تو را خیر بده، تشکر، انشاءالله ایره جور میکنم، تو خوش میشی، من خوش میشم، زیرا بزرگای ما متو بودن. حضرت عمر رضی الله عنه
در نماز جمعه برای مردمی که اطاعت بکنین از ما و فرمان ببرید. مردم میخواهد که لا اسمع ولا اطیع، نمشنم و نه هم فرمان میبرم. گفت چرا؟ این لباس تو دراز است، این از کجا کردی؟ اگر انتقاد نباشد و او را بند میکرد، خب در اوجا باید بند میشد. بنان هر چیزی که از خوبی هایی که شما در دنیا میبینین، ارگا به اسلام عزیزتان برگردین، به بهترین وجه شما را پیدا میکنین. ما اصلا محتاج دیگران نیستیم، ما غنی تریم از اونها. ما بسیار چیزا داریم که با اونها باید ارزش بکنیم، با اونها باید بدیم. ایره باور داشته باشین، ایره شما باور داشته باشین که دنیا از یک نظام عادل به پایه های خود استوار که در اوج آزادی عمل، آزادی عقیده، آزادی صحبت، آزادی انتقاد وجود داشته باشد، با ما نمیخواید یا برتان میخواهیشد؟ نمیخواید برشد، ابدا نمیخواید. زیرا یک نظامی که در اوج آزادی بیان باشد، آزادی انتقاد باشد، در اوج اعتراض باشد، در اوج تمدن میآید. در اینجا خب از فاصله در بین حکومت و در بین مردم از بین می رود. حکومت یعنی مردم، مردم یعنی حکومت. نمی شود که به ما چنین چیزی را بخواهد. از این خاطر ما نمونه هایش می بینیم. یعنی شما در تاریخ افغانستان نمی رقم انتخابات گنده را کنم وقت دیگه دیده بودیم. ما خواه فکر نمی کنیم که ما دیده باشیم. به هیچ وجه هم معقول نیست، به هیچ وجه هم. نه در قانون عقلی جرمی، نه در قانون یک نفری که شخصی بر خود جرم میکنه، اما یک چیز جرم نمیکنه. نتیجهش هم ما میبینیم، نتیجه انتخاب غلط، نتیجه هم غلط مبراید. یک ما جنجال است، غالمغال است، توهین است، تحقیر است. شما همی رقم نماینده را فرستاده بودین که به قوم و به زبان مردم را تقسیم کند، به سمت مردم را تقسیم کند. اگر شما به خاطر قوم به کسی رأی داده باشین، خو نفرین به حالتان. شما گفت از منافع بزرگ ما حمایت بکن، و اینا سر چی بحث دارن؟ چرا عنوان میکنن؟ چی تمدنی را نشان دادن از خود؟ توقع خیر و عظمت مردم داشته باشیم. وقتی که بگویی که چرا تو شد، باز میبینی که نه، سیستم غلط است، گزینش غلط است. این گزینش انسانی و صحیح نبود، با غش و با غلطی و با انحراف شروع بود. عکس قضیه است، او جایی که صحیح میآید باز نمیماند. شما عملا دیدین که در مصر انتخابات میشه، شفاف میشه، یک انسان دانشمند، یک انسان باوفا، یک انسان عادل، او به قدرت میآید. بعد با تمام توطئه ها او را میزند، 6 سال بندیش میکنه، از تمام ارزش های انسانی محرومش میکند. این دنیای دموکراسی، این دنیای دروغین، ای غرب دروغگو، ای چق که میزنه تمام روز، حقوق بشر و حقوق بشر، ای کجاست حقوق بشر؟ حقوق بشر امیره میگوید که کلان یک قوم را، یک ملت را با او قصاوت بندیش میکنی که اقلترین چیزی که قرآن کریم میخواه امور را برش نمیتره، فامیلش برش نمیماند، و انگامی که شهید میشود جنازهش به فامیلش نمیتند. ولی پرسان بکنی از این حقوق دانا، از این حقوق بشر، از این کسایی که دعوا میکند ما انسانیت را میخواهیم، کجاستند؟ کدام حقوق و کدام انسانیت؟
کدام حس بشر دوستی این حالتشان است. عزیزم والله جزئی که به اسلام رو بیاریم دیگه چیز نمیشود. به اسلام رو بیاریم خود درست رو بیاریم و به اسلام ما رو آورده نمیتونیم. اسلام تنیست کدام شعار است که ما شما بگوین و بعد از او باز در رو داخل شویم. نیست. کلمه رو قبلا گفتیم، نماز خواهر روز میخوانیم. به اسلام به معنای کلمه داخل شویم، اول خود ما. انتظار ازیر نکشم که همسایه چی میکنه. خودم صحیح مسلمان شوم. زیرا اگر خودم صحیح مسلمان نشوم که نظامی که حضرت ابوبکر صدیق پادشاهش باشد و ما جور نباشم، اون نظام به خیر من نیست. زیرا وقتی که ما دروغ بگویم، خیانت بکنم، بی وفا باشم، نظام حضرت علی، نظام ابوبکر صدیق، نظام حضرت عمر، نظامی که رسول الله در او باشد، به ما فایدهش میرسد. اما فایدهش نمیرسد. عکس از را فکر بکنید، نظام بیخی از فرعون باشد، خود تو صحیح مسلمان باشی، تو صحیح متدین باشی، والله جنت میری، جنت میری. کل ما شما انتقاد کرده رو استیم، کل ما انتقاد میکنیم. اول بیان که از خود ما انتقاد شروع کنیم، بیان در درون خودتون تغییر بیاریم، بیان از کت خود ما یک آشتی شویم، کت رب ما آشتی بکنیم، کت دین ما آشتی بکنیم. کبر ما را گرفته است، غروری به جای ما را گرفته است، سینه های ما از کینه پر است، از حسد پر است، از دشمنی پر است. با چی میگم؟ حکومت اسلامی بیاید. حکومت اسلامی نمیاید. حکومت اسلامی اول خود در قلبت بیار. از این خاطر میگه که اقم الاسلام فی قلبک، اول اسلام در قلبت بیار، از او بعد در زمین خود به خود میآید. کل ما شما اسلام را میخواییم برای دیگرا، ما برای شما اسلام را میخواییم، خود فراموش میکنم. تو برای همسایت میخوایی، خود فراموش میکنم. هر کدام ما یک کمک خدا شاید است که خودتان همین لحظه فکر کنیم که چقدر فاصله داریم، چقدر فاصله داریم. این فاصله ها را تا از بین نبرین، ما مستحق عزت نمیشیم، مستحق امن نمیشیم، مستحق یک زندگی آبرومند نمیشیم، نمیشیم. زیرا اهلیتش نمیداشته باشیم، اهلیتش نمیداشته باشیم. فکر بکنین که انسان متکت خود بیاندیشد، متوجه شود که چقدر صادق هستم با خانواده خودم، با اولاد چقدر صادق هستی، با همسایه چقدر صادق هستی، چقدر امین هستی، چقدر با وفا هستی. این سوال را جواب بده، اسلام خود به خود میاد. زیرا ناممکن است که تو صادق بوده باشی بعد رأیت به اساس قوم و به اساس زبان و به اساس سمت پرتی. این امکان ندارد، امکان ندارد. تو برای خود باور داشته باشی که الله میبینه مرا، الله سر من محاسبه میکنه. با یک انسانی که با الله هیچ ارتباط ندارد، هیچ ارتباط با الله ندارد، و اگه انسان دروغگو و خائن، تو دست تعاون بدی، امکان ندارد. خب ما ایتو نیستیم، ما ایتو نیستیم. خوبترین مردم ما که آرام هستن، تجار ما هستن، پیسدارای ما هستن. اعلان نوشته می کند، در اعلاناتشان می تونن پیام زیبا بدن، می تونن کار کردن، می تونن یک اعلان نوشته می کنن، یک پیام مقبول بدن. او پیام مقبول را نمیده، عکس یک زن برهنه و یک زن لچ او را در شامپویش نصب میکنه، در عطرش نصب میکنه، در دیگه چیزایش نصب میکنه، نمیکنه میکاره.
حالا تو خب پولش دادی، خب تو میتونی تو اعلان تجارتی تا طوری جور بکنی که من توسط اعلان تو اصلاح شوم. خیلی کار نمیکنم. پس ببینی که تجار تو غلطی را شروع کرد. الله برش پول داده بود، الله برش خانه خوب داده بود، الله برش امکانات خوب داده بود، این خواه الله برش داده بود. در مقابل ارگا او با خدا غلطی میکند، صداقت نمیکند، امانت نمیکند، رب العالمین هم بازور تازیانه میزند، تازیانه تأدیبی میزنشن. این نیست که باز را رفته نمیتاند، امنش الله از پیش میگیرد. بس یک انسان گستاخ سرش حکومت میده، باور بکنن که 70% تجارتان باج میده، 70% تجار شما باج میده، و اگر نتا نمیتونه کار بکنه. باید به وزیر صاحب باج بده، به قماندان صاحب باید باج بده، به امنیت باید باج بده، به ای باج بده، به او باج بده، انتخابات که میشه باید باج بده، برای جمهور باید باج بده. اگر باج نتا نمیتونه. چرا باید باج بده؟ به خاطر که از خدا فاصله گرفته است، در دشمنی با خدا رفته است، هر کارشان ریاکاری است و غلطی است. این شکلش برن به طبقه علما، خار، مشکل، آه میکشن، برن با خدا خوب ارتباط نداری، نه؟ رابطه‌ت خراب کردی، از این خاطر از چشم افتیدی، تو را هیچ کس پرسان نمی کند، تصامیم را دیگران می گیرد، سر تو نافذ می کند، اصلا خوش هستی برش، اصلا تو در محور نیستی، اصلا کسی تو را پرسان نمی کند، زیرا وقتی که از خدا دور شوی از چشمم مفتی. اما تو کل گیره شما در حساب بگیره، اما تو راستی. عزیزان، من میگم که قرآن آیت را که برای ما شما میفرماید در حقیقت برای ما پیام میده است. رسولا وارسلنا الیکم رسولا یتلو علیکم آیات الله. پیغمبر چی میکند؟ میخواند بر بالای ما شما آیات الله را. یتلو علیکم آیات الله، آیات الله را که بر بالای ما میخواند. چرا میخواند؟ چی مفهوم در این نهفته است؟ میگه مبینات، واضح واضح هم سر شما میخواند، زیرا پیغمبر آیات الهی را در زندگیش تطبیق کرده است، به عدل تطبیقش کرده، به امانتکاری تطبیقش کرده، با این صراحت تطبیقش کرده که لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمه دختر محمد دزدی بکن دستش قطع میکنم. هیچ کس در قانون استثناء نمیته برش، یا اوی کار کرده این کار سرش میکن. وقتی که آیات الهی را پیغمبر واضح و روشن بر بالای ما شما میخواند چی میشود؟ لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تا مؤمن و انسانی که کار شایسته میکند بیرونش بکند، من الظلمات الى النور، از تاریکی ها به طرف روشنی. این تاریکی های مختلفی که بر زندگی ما شما رو آورده است، دردی که فرد ما شما داریم و هیچ کس مستثنا نیست، هیچ کس مستثنا نیست. این کل دردی که میبینی تحلیل میکنی، با صاحب از این خانه در جنگ هستیم، آشتی نداریم. ما شما خانه های خرد داریم، هرگاه کسی میمان به طرف ما میآید، به خانه ما میآید، عزیزم شما چی فکر میکنید؟ اگر امی میمان بدون اجازه تو در خانه تو بیاید و ملکی را اعلان بکند، این میمان میمانی؟ در امن و عزت میمانیش؟ نه، ذلیلش میکنی، خارش میکنی. ولله المثل الاعلى، اصل مالک از آسمان زمین الله است، ام ما شما را پیدا کرده است، ام آنچه که قوام زندگی ماست او را پیدا کرده است، و هم همین زمان و مکان و آسمان و از این خاک و چیزها را پیدا کرده است. پس الله مالک است،
در این دنیا که میگردی به اجازه مالکت بگرد. ارگاه به قوانین مالکت احترام گذاشتی، مورد جریمه قرار نمیگیری. شما بر ما کدام جای نشان داده میتونین که تو درست زندگی بکن، از اشاره ترافیکی تیر نشو و پلیس تو را بگیره؟ حالا اگه بگیره تا تو غلطی میکنی. بیان یک بار رمضان برای ما شما امی درس صداقت و وفا و امانت داد. رمضان برای شما این درس داد که با خود اثر آشتی کنیم، با الله آشتی بکنیم، با مردم ما آشتی بکنیم. امی درس به ما شما داد، به ما شما درس داد که کینه را از سینه دور بکن، حسد از سینه دور بکن، در فضای ایمانی و اخوت و برادری زندگی مجددت را آغاز بکن. قانون را بپذیر، نظام را بپذیر، در خیرت است. اگر این کار کردیم، خداوند متعال دروازه های رحمت را بر ما شما خلاص میکند، از این حالت بیرون میشه. اگر این کار نکردیم، این متو یک زندگی تان خواهد بود. این متو یک زندگی که شما باور بکنید، اگر از پلیس پرسان بکنی که در 24 ساعتی که مرکز است چقدر جرایم صورت گرفته، مویتان استاد خواهد شد. چی میگی تو؟ کوچه به کوچه ناامنی. هر اداره را متو پرسان بکنی چی حالت است؟ چق میزنی؟ و ما شما هیچ احساس نمی کنیم. گپ ما هیچ، چون ما نشدیم. در ناباسامانی زندگی می کنیم. اصلا نمی فهمیم. پس خواهشم ایسته که اول بیان که خود آشتی کنیم. اگر پدر استی راستکی پدر شد. پدر صادق. پدر امین. پدر با وفا برای اولادتان. خیر اولادت را بخوای عزیزم. ای دخترایی که در بیرون میگردن لباسای چسب و بی‌معنا به تن دارد، غلط غلط میره، ای از آسمان پایین نشده. امی دخترای موتو است، نواسای موتو است، امشیرای موتو است، یا از کسی دیگری است؟ از موتو است. پس بین اما تو بشانش برش بگو که امی لباست خوبش نیست. ما تعلق میگیریم به یک ملت قهرمان، مجاهد، مؤمن و با غیرت. سر ما رحم بکن. تو که با این لباس در راه میری، مردم به طرفت سعی میکنن و ما بی غیرت معلوم میشون. اما تو برش بگو. اگر این تو در گوش زمزمه بکنی، اون لباسش را عوض میکنن. از او پرسان بکن. نان که میخوری، نانه که در سرخانه که عوار کردی، باز بچه تا بگو بچه میتونی که امروز چی کاری کردی که خدا از تو راضی شود؟ نشان برم بده کاری که تو خدا از تو راضی شود یا خدا را راضی کرده باشی. خودت با او افتخار بکنی. ما به حیث پدر سر تو افتخار بکنم، مادرت سر تو افتخار بکند، همسایت سر تو افتخار بکنه. اما تو یک چیز نشان داده میتونی؟ تو هر روز از فرزند تمیره پرسان بکو و او بچه بسان که او پدر خو عرض شد شو ای گزارش میگیره، میگه کار را بکو که خدا راضی باشه. و حتما برد میگه پدر نماز خواندم، مسجد رفتم، قرآن تلاوت کردم. خیر بینی بچه با همسایه چی کار کردی؟ در کوچه چی کار کردی؟ هر روز فرزند به طرف خوبی میرود. اگر ما شما نصیحت را برای خانواده تان نکنیم، پس این شب و شام که در کوچه ما بروی و دو سه نفر رویش بسته میکنه و موبایل تا میگیره، در فر فرقت میزنه، توحید میکنه، دو برت میزنه، خیلی از کجا آمده؟ این بگو که بچه من نیست؟ این وقت هم بچه تو هست. تو خودت از صفحه اول ششتی در حالی که بچه تو هست. زیرا تو اصلا بچه تا نصیحت نمی کنی، از او را پرسان نکردی. این مشکل که ماست. پس ببینین عزیزم که ما سبب میشیم یک پدر صادق برای فرزند خود نشده.
یک پدر مهربان برای فرزند خود نشدیم. پس بیاین که خود ما از خود شروع بکنیم، بعد آسته آسته همون تا پیش بریم، در کل قضایا خود شامل بکنین، بی تفاوت نشین و لگام زندگیتون را به انسانای خائن و تن فروش و ظالم نتن که ار رقم برای شما چاپلوسی بکنه خیال به که همون میشود. محاسبه بکنین، تبلیغاتش رو تحلیل بکنین، چرا دروغ میگو کمد؟ چرا دروغ میگو وزیر صاحب؟ چرا دروغ میگو فلانه؟ که تو خود تحلیل کن. با دروغگوی نرو در آن، با خائن نرو در آن، با وعد خلاف نرو در آن، کار نکن. این مکلفیت ما تو است. زنده شوین، از برای خود از این مردگیتون خلاص شوین. شما انسان هستین، از خود آرزو و اهداف داری، چرا بی تفاوت است در مقابل حیاتت؟ هر کس که بیا سر ما حکومت میکنه ما میگم سیز. بی تفاوتی ما و تو، اون تو یک ریشخند پارلمان است. دیدین در زندگی تا نما تو یک ریشخند پارلمان والله که هیچ دنیا دیده باشد، هیچ دنیا. پارلمان سر قانون بحث میکنه، این سر زبان بحث میکنه، این سر قوم بحث میکنه، خجالت بکشن. ما شما صلاحیت نداریم، میگین این قلفای کلان کنن در این پارلمان مینداختیم برش میکنیم، برای این سگا یکی تان صلاحیت زیرا ندارن که موجا باشه. تکبیر الله اکبر، ریاست جمهوری هم شود، انتخابات هستن. کدام انتخابات؟ اما تو دروغگوی انتخابات. باز یک نفر سر فرق ما بکوبه ایره جمهوریتان است، ما بگیم صحیح شد دیگه. پس برای خود یک کمکش کمک احساس بین پیدا بکنیم، تا کدام وقت همون تو بیشنیم دروگوی پارلمان اجور کرد، ما میکنم صحیح شد، افتتاح شد. دروگوی راست جمهوری برتان جور میکنه، باز ببین صحیح شد. این نمیشود از برای خدا. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. در خود تغییر بیا، پدر خوب شو، والله خانت امن میپیدا میکنه، عالم خوب شو، در زندگی جامعه تغییر میاد. هر کدام ما بیاین در جای ما خوب شوین و از این فرصت ها استفاده بکنیم، ما به طرف سقوط روان هستیم، ما از بین رفتیم. سر خود دل بسوزانیم، قسم به خداست جوانای را من میفهمم، پیش ما میاین 4 سال، 5 سال، 6 سال میشود فارغ شده، قریب اصابش از دست داده، از بیکاری بار بار کرد خود میگه خب چی میکردم؟ درس خو خواندم، زحمت خو کشیدم، چیز را خو یاد گرفتم، ولی من باید وظیفه میداشتم. کجاست وظیفه؟ بسیار تأثیر منفی دارد ازم، والله بسیار سخت است. در خانه تان پرسان بکن چقدر بیکار ها داره؟ یک نفر وظیفه داره، دیگه بیکار. جوان حق زندگی را ندارد، حق کار ندارد، امیدهایش چه شد؟ او که خود فکر کرده بود فارغ شدم، باز وظیفه پیدا میکنم، پدر خود را حمایت میکنم، مادر خود را حمایت میکنم، خانه خود را جور میکنم، یه تو فکر کرده بود، ولی فارغ شده بازم پیش پدرش میگه که کرای رایم چطور میشود؟ مریض میشود که خود تیر میکنه. این حالت ماست، آیا ادامه بدیم ما تو حالتا؟ دروغ، دروغ به حدی که انسان تعجب میکند، تعجب میکند. الا برق تیر میکنیم صاحب، از او را بیاریم خوب است، از او را بیاریم. غال مغال، غال مغال، غال مغال، 130 نفرم کشته شد، نه برق از او را آمد، نه از او را آمد. این ملت هیچ پرسان نمیکنه که او حکومت ریشخند، مردم خود کشتی، حال خود برق خود میاوردی، در کجا شد؟ فراموشکار هستیم، تحلیل نمی کنیم. بر خود رحم بکنین، از برای خود از این حالت براین. بناهن اگر مسلمان هستیم، به مسلمان قومگرایی حرام است. من دعا الى العصبیه فلیس منا، ما
مسلمان که به زبان، به قوم، به سمت رو آورد مسلمان نیست و این صلا و صام. اگر چه در این مسجد بشینه نماز بخونه، نیت کردم از آسازم چهار رکعت نماز بخونه، صحیح شد. مسلمان قومگرا نیست، مسلمان سمتگرا نیست، حزبگرا نیست. مسلمان میگه که انما المؤمنون اخوه، مسلمان برادر مسلمان است. سیاه سفید پیش ما ارزش ندارد. خدا شاهد است که ما زبان خدا تعیین نکردیم. شما تعیین کردید؟ پدر و مادرتان تعیین کردید؟ خانه تا تعیین کردید؟ قوارت تا تعیین کردید؟ این را کی که تعیین کرد؟ الله. پس ارگاه تو مرا در زبانم، در قومم، در سمتم توهین میکن، در حقیقت الله را توهین کردی. چرا ما که این کار کردی؟ اگر برای خودم میگموندی، اگر به خودم بود، ما افغانستان نگفتم، در مدینه منوره باشم، مامور تا این میکنم. عزیزم ای تو نیست. پس هر کسی که دامن میزند به قوم و به سمت و به توهین، ای اعتراض به الله میکند. و هر کسی که اعتراض به الله کرد بازو مسلمان میماند. پس ای را باور داشته باشیم. دشمنا به این شکل ما و شما را از هم جدا میکند، خرد ما میکند. و بعد از او هر چی که اونا بخوان امور فیصله میکنند. اگر ما با هم یک جا بوده باشیم، اتحاد و اتفاق داشته باشیم، صادق باشیم با یک دیگری، امین باشیم با یک دیگری، با وفا باشیم با یک دیگری، در بین ما تو رخنه نمیکند، ما رو بدبخت نمیکند. پس خواهش من است که بیاین ما صادقانه عمل بکنیم. نینیگه که چشمتان که بود که خائن بود، دروغگوی بود، با وفا نبود، در آن روش نرو. زیرا او که به خود فایده نمیرسانه به تو نمیتونه برسانه. او که با الله وفا نکنه به تو نمیکند. کل ما برای انسانهای خائن نمیگیم، نه خلاص، کل ما برش میگیم کشور نجات بدیم. روزانه 200 نفر جوان ما از بین میرود. میفهمید 200 جوان تابوتش در خانه میره. تو پرسان بکو که امشریش چقچق میزند، مادرش چقچق میزند، خواهرش چقچق میزند، اطفالش چقچق میزند، و کسی پرسانش هم نمیکند. و ما همه تو قرار که آرام هستیم، هیچ احساس تغییر در خود نمیاریم، هیچ پرسان نمیکنیم. حد اقل خب با الله گفته میتونیم، اما که کرده میتونیم که شو استاد شویم، بگم خدایا سر ما رحم بکن، به هر گناهی که ما را گرفتی یا الله از این حالت ما را نجات بده، پروردگار قلوب ما را تغییر بده، ولات امور ما را جور بکن، یا الله قلب کلانای ما خدای پیش تو است، قلب کلانای ما یا الله پیش تو است. اگر تو بخوای قلبش راست بکنی جور میشه، پیش تو آسان است. مقلب القلوب تو استی. خدایا تو قلبهای اینها را به خیر بگردان، دلسوزش به ما بگردان، صادقش بگردان، خدمتگارش بگردان. امیر خو گفته میتونیم. خب ببینیم ما این کار نمی کنیم. قسم به خدا است، امجاز شما ششتین از خودتان پرسان بودن چقدر به اولادایتان دعا میکنیم. اگر پرسان بکنیم الا ما رحم ربی، ما با اولادای ما دعا نمی کنیم. در فکر لباسش میشیم، در فکر بوتش میشیم، در فکر کتابیش میشیم و در فکر ذهنش نمیشیم. تو نمیگیم که خدایا قیمتترین سرمایه حیات من اولاد ماست. خدایا قلب از اینها در اختیار من است، ذهنش هم در اختیار من است، عقیدش هم در اختیار من است. یا الله به من مظلوم، به من جاهل، به من گناهگار رحم بکن و فرزند ما را خدمتگار وطن بساز، خدمتگار دین بساز. خدایا ای فرزند ما را ای تو یک فرزند بگردان که هر کس او را میبینه بگه خدایا پدر و مادرش را ببخش. همین را خود گفته میتونیم، در حالی که ما میبینیم که همین دعا را ما نمیکنیم، دمی هم بی‌تفاوت هستیم. اگر ما دعا بکنیم و ما فکر بکنیم، انشاءالله که از این بدبختی خلاص میشیم. پس در اخیر تقاضای ما ای است عزیزان، صبحی که نماز خواندیم
از کاری که رسول ما صلی الله علیه و سلم برای ما شما گفتن و از کار را تلاوت بکنیم و آسان هم است، ایمانتون را قوی میکنند. این دقیقه بشین الحمدلله رب العالمین بخون، پشت سرش اول سوره مبارکه بقره بخون، الف لام میم ذلک الکتاب تا هم المفلحون، باز آیت الکرسی را بخون، باز آخر دو آیت سوره بقره بخون، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، سه بار قل هو الله بخون، سه بار قل اعوذ برب الفلق بخون، سه بار قل اعوذ برب الناس بخون، ده بار درود را به رسول الله صلی الله علیه و سلم بگو، بعد خودت هم دم بکو، فامی اطفالت که شد امور هم دم بکو، دست تواضعت به الله بلند بکو، بگو خدایا به حرمت امی آیات کتابت فقر ما را به غنا تبدیل بکو، اما تو بگو مرض ما را به شفا تبدیل بکو، ذلت ما را به عزت تبدیل بکو، جنگ ما را به امن تبدیل بکو، ناامنی ما را به امن تبدیل بکن، خدای ما را از فقر بیرون بکن، از این حالتی که گم هستیم خدای ما را بیدار بکن. چه قضیه باست امتو، اگر ما شما صوبکی صوبکی با الله امتو انس بگیریم، آشتی بگیریم با الله، وقتی که همی کار کردیم رب ما دروازه های رحمت خود را خلاص میکنند، در قلب ما اطمینان میآید، خوشی میآید، سعادت میآید، همه چیز با ما صحبت میکنند. پس بیاین که امیر از سر سبا شروع بکنیم و انشاءالله که در اقدام میکنیم و با پروردگار ما اول آشتی میگیریم و آشتی را با امی کلمات زیبا آغاز میکنیم انشاءالله العزیز، که از این حالت ورشکسته و بدبخت و که کل ما ناراضیستیم، کل ما ناراضیستیم، از این حالت انشاءالله خلاص میشیم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.